السلام علیکم بینندگان عزیز، اینک بخش خبری پیام روز برنامه های تلویزیون سخرا دوام می دهد. در سودی با شما جهانگیر صابر. در حاشیه فوروم بین المللی در شهر اشقابات، پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف با پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان و پیشوای ملی خلق ترکمن گربانگولی بردمحمدوف ملاقات انجام داد. در ملاقات مسئله های کنونی رشد منبعی مناسبت های بسیار جنبه ازبکستان و ایران بررسی شدند. رابطه های فعال و تبادل سودمند دوامدار در ساعت های گوناگون با قناعتمندی قید گردید. نشان دهنده های معاملات مال و شماره کارخانه های مشترک می افزایند. سران دولت ها اهمیت دستگیری و تطبیق با سرعت لایحه های کپیراسیا توسعه نامگویی محصولات را در دایره سازشنامه سودای امتیازناک تاکید نمودند. رهبران ازبکستان و ایران همچنین دایر به روزنامه بین المللی و منطقه تبادل افکار نمودند. اینچنین پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف با پیشوای ملی خلق ترکمن رئیس خلق مصلحتی ترکمنستان گربانگولی بردمحمدوف ملاقات انجام داد. سرور دولتمان گربانگولی بردمحمدوف را برای در سطح عالی برگزار شدن فوروم بین المللی بخشیده به 300 سالگی زادروز شاعر و متفکر مختوم قلی فراغی صمیمانه تبریک گفت. در افتی صحبت به مسئله های گسترش منبعی مناسبت های شریکی استراتژی ازبکستان و ترکمنستان، عمیق سازی همکاری بسیار جنبه پیش از همه در ساحه های سیاسی بین پارلمانی، تجارتی و اقتصادی و مدنی و گومانیتری توجه علاهیده داده شد. افزایش با سرعت گردش مال متقابله، کاری مشترک جهت راه اندازی تجارت منطقه نزد سرحدی، پرزورگرداندن کپیراسیا در ساحه های انرژتیک، نقلیات، کشاورزی و خواجگی آب با قناعتمندی قید گردید. چوربینی ها در چهارچوب تبادل فعال بین منطقوی، تجارتی و فرهنگی و بشردوستانه منتظم گذرانیده می شوند. رهبران ازبکستان و ترکمنستان اینچنین مسئله های مبرم روزنامه منطقوی و بین المللی را بررسی نمودند. جدول ملاقات منبعی سطح عالی بررسی شد. سرور دولتمان به پیشوای ملی خلق ترکمن مجموعه اثرهای منتخب مختوم قلی را که به زبان ازبکی نشر شده است تحفه کرد. در ازبکستان برای رشد ساحه گرمخانه توجه علاهیده داده می شود. در نوحه سخ نیز هستند صاحب کارانی که گرمخانه های زمانوی تشکیل نموده از حساب آن درآمد خوب به دست می آورند. ادامه موضوع در گزارش نوبتی ما. یونسجان جورایف ساکن محله روان نوحه سخ بوده، یک چند سال در ساحه خواجگی آب کار فعالیت برده، حالا در نفقه است. او که مرد بسیار مهنت دوست می باشد، بعدی به نفقه برآمدن هم از مهنت دست نکشید. گرمخانه زمانوی بنیاد کرده همراه اهل اولش به پرورش محصولات های پالیزی و میوه های سیتروسی مشغول شد. در اول فصل بهار در گرمخانه کارتوشکا پرورش کرده حاصل و درآمد خوب به دست آورد. اساسا گرمخانه او به پرورش یکی از میوه های سیتروسی لیمون نگرانده شده است و در گرمخانه زیاده از 300 عدد نهال لیمون شنونده شده است و سال یکم است که نهال های لیمون به میوه درآمدند. حاضر رنگی بوزنده من پخته رسیده، ما چنده با بازاری خدا ما سوخ بازارش به تامیناتش کارسیم. خدا خواهد این درآمد ناز میگرم. با حساب میانه حساب کرده گمان ده یک 3 تن زوید لیمون ما هست. یکم سال. این یکم سال حاصل داده گش. درآمد ناز میگرم تا میتکده شدیم. گرمخانه ما از 30 ساعت قبارت 300 بخ زویدتر کوچه تما هست، لیمون ما هست. لیمون که زر شد یعنی پخته رسید، آن را چیده به بازار داخلی به فروش میبراریم. حالا نرخ لیمون در بازار داخلی زیاده از 35 هزار سوم است، میگوید صاحب کار. سال اول است که نهال های لیمون همون میوه میدهد و یک بخ نهال تا 30 کیلوگرم حاصل داده ایستاده است. حاضرانگی روزنده 9 نفر رسمی با کار تامین کرده شدگی از 9 کس فعالیتشون دستیان. تا میانه زمین بهارنده ماینده کتشکه کندن سر کردم. 4 تن زویدتر کتشکه و بازاری خودمو تامین کرده دادم. مهنت کنید اگر که تا 200 میلیون درآمد کرده دادم ممکن. حالا 300 تا 200 میلیون درآمد کرده ممکن، چون من کارتشکه کردیم اول بهار مثلا فوریه کش کرده باشیم، ماینده گونی چین کردیم یک کیلوشه 6000 بازار خودمون ده فروختیم.
در نتیجه تشکیل نمودن گرمخانه مذکور نزدیک 10 نفر به کار جلب کرده شدند و جهت اهمیت نوکش در آن است که در گرمخانه یگان واسطه گرمی دهنده وصل کرده نشده است. در زمستان باز یک قبه سلفه هم میکشیم و اون البته در داخل گرمخانه گرمی را نگه میدارد، گفت صاحب کار. در واقع صاحب کار در گرمخانه اش این سال هم از زمین یعنی مابین نهال ها حاصل گرفت و هم از لیمان. از گرمخانه مذکور دیدن کرده به خلاصه آمدیم که واقعا هم همه کار به مهنت وابسته بوده است، یعنی گنج به رنج به دست نمی آید. معاون وزیر نقلیات جسور چاریف گفت که مهلت ساختمان راهی پولکی تاشکند اندیجان 6 سال و 3 ماه را تشکیل می دهد. موافق لایحه 10 راه 10 تونل ساخته می شود. او درباره جنبه های اساسی لایحه با بانک جهانی آید براه پولکی تاشکند اندیجان معلومات داد. موافق معلومات معاون وزیر 64% راه ها نو ساخته شده 36% از نو تعمیر می شوند. راه کاتگوری 1A که درازی 314 کیلومتر است از 6 قطار عبارت خواهد بود. مهلت ساختمان راه 6 سال و 3 ماه است. جریان از 3 مرحله عبارت خواهد بود. در مرحله اول تاشکند انگرین 78 کیلومتر، در مرحله دوم انگرین پاپ 93 کیلومتر و در مرحله سوم قطعه های پاپ اندیجان 143 کیلومتر بنیاد می شوند. راه با سیمنت و بتون ساخته می شود. در این راه 10 نقب یعنی راه های زیر زمینی ساخته شده، درازی عمومی آنها به 33 کیلومتر می رسد. تونل درازترین 6787 متر می باشد. ساختمان این راه وقتی سفر از تاشکند تا اندیجان را 2 ساعت و 14 دقیقه کم میکند. ارزش لایحه 4.28 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. سازشنامه شریکی دولت و بخش خصوصی درباره ساختمان این راه برای 49 سال اعتبار دارد. مهنت انسان را به سعادتمندی و سربلندی می آورد. در لوحه نوبتی همان ما درباره زنی مهنتکش نقل می کنیم که اهل آیله او با مهنت حلال بین مردم صاحب احترام گردیدند. برکه در مهنت است می گوید زنی مهنتکش که ساکن محله هوشیار می باشد. هوشیار دهی تاریخی است در نوحه سوخی ولایت فرغانه. دلبرخان رحمان علی که 22 سال قبل از نوحه رشتان به این دهی تاریخی کلین شده آمده است، با اعضای خانواده‌اش در مسیب دوکیر واقع در 100 متر پایین‌تر از مرز قرغیزستان به دهقانی مشغول است. هر سپیدن به زمینی در صحرا بودمون که از دهه در دوری 5 کیلومتر جایگیر است آمده تا بیگاه در همین جا کار میکنیم، میگوید اپی دلبر. پس هر کن ما هر روز همراهی شوهرم کلین و نبیرههایم به زمین بیابانمان میآییم. از زمین ما از دهه در دوری 5 کیلومتر واقع است. هر پگاهی از خانه برآمده به این صحرا میآییم. در این جای خوشهوا بحر دلتان کشاده می شود. این به سلامتی فایده کلان دارد. هوای صحرا تازه بوده، زمین ما در ساحل دریاجوگیر است. کار در صحرا به ما حضور و حلاوت می بخشد، می گوید او. زیرا در روزهای گرمی تابستان هوا در اینجا خیلی سلقین است. سبب اون است که این موضع در ساحل دریای سرخ واقع است. رسو 10 سال پیش به دلیل بحث های مرزی و نرسیدن آب این زمین ها از اعتبار دور مانده، با کشزار بیکار خوابیده به صحرای خشک و خالی تبدیل یافته بودند. اما در چهارچوب قرار پرزیدنت ازبکستان از دریای سرخ به این موضع آب برآورده شد. آب حیات آمد و باز در اینجا حیات آغاز شد، میگوید اپی دلبر. بو تکر ماسیده بودن 8 سال اولدن سوسیزلیک 10 سال مقدم موضع دوکر از سبب بحث های مرزی به آب مانده به صحرا تبدیل یافته بود. با تشبوسی سروری دولتمان آب برآورده شده از نو اینجا آباد کرده شد. آب این حیات است. اگر آب باشد در زمین های سنگلاخ هم حاصل می شود. ما با 15 ساطیخ زمین امان لوبیا، جواری مکه، کدو، تربوز، پومیدار، کرم، قلمپور کاشتیم. حالا فصل تیر ماه است، وقتی حاصل خون داریم. حالا ما در عرفه جمع آوری حاصل می باشیم. افتا بهارده قلگن اکلارمزن حاضر یغشترش عرفاس دابز. بعدی براوردن آب قریب 50 هکتار زمین این موضع از خود کرده شده به 200 نفر شهروند بیکاری دهه تقسیم کرده شد. در نتیجه با سعی و حرکت سروری شعبه کارهای داخلی نوحه سوخ قاسم جان رحیم بردیف اگرو کارپرست هوشیار تاسیس یافته، رهبری آن اکرم جان قچقارف ساکن دهه هوشیار تعیین گردید. سال 2020 در اساس قرار پرزیدنت مملکت تمام به این زمین ها آب برآورده شد و این زمین ها در حجم 15 ساطیخی به 200 نفر بیکاران تقسیم کرده شد. حالا آنها در اینجا کار کرده موافق مهنتشان درآمد می گیرند.
مهنتگی رشد درآمد آلیبت. آفتاب به قیام رسیده وقتی خوراک نصف روزی هم شد. اپی دلبر از کار پیشتر برآمده برای اهل اولاش که در صحرا کار میکنند تعام تیار میکند. او میگوید تعامی در بیابان پخته شده و چای در قمغان جوشیده طعم دیگر دارد. من حاضر اوچاقده بس چای خیناتی بیچم از قم. حالا در قمغان چای دم کرده می نوشیم. طعمی چای در چای جوش جوشیده طعمی دیگر دارد. این خیلی شیرین است. خدا را شکر در اینجا عبید میکنیم. آیله ما اینجا است. ما خیلی خوشبختیم. ما هر روز به اینجا می آیم کار میکنیم. چای می نوشیم. در اینجا طعام می پزیم. جدا هم خرسند بس آیلامس تینچ. زنان مهنت دوست دهه های نوحی سوخ مثل اپی دلبر به هر یک روز حیا شکرانه گفته انا همین طور مهنت حلال میکنند. رانندگی کسب است. سر و اسرار آن را آموختن البته مشقت زیاد طلب میکند، اما امروز یافت میشوند نفرانی که حالا مکتب را ختم نکرده واسطه های نقلیات را اداره میکنند. این البته نتیجه به اعتباری والدان به فرزند میباشد، گفت رهبری خدمات بی خطری حرکت در راه. امروز در محله های دوردست ناحیه سوخ از جانبی بچه های مکتب خان اداره کردن واسطه های نقلیات بیشتر به نظر رسیده استاده است، خصوصا در محله های آفتابرو، گلستان و دمیرصد به این حالت بیشتر دچار می آید. خواننده صنف 8 یا 9 در کوچه های محله تنها خودش ماشین می راند که کسی او را داشته تنبیه نمی دهد. از این جهت سرور خدمات بی خطری حرکت راهی شعبه کارهای داخلی ناحیه سوخ در مکتب ها و محله ها کارهای ترغیباتی را انجام داده و پدر و مادران فهمانیده استاده است که فرزندان خود را به نظارت گیرند. از جانب به کارهای داخلی ناحیه سوخ در این سمت چاره های ضروری اندیشیده شده رید های شبانه تشکیل کرده می شوند. اگر اداره کردن واسطه های نقلیات بدون حجت رانندگی یا از جانب به شخص بوای نرسیده به نظر رسد، ماشین به میدان جریمه وارد کرده شده به صاحب آن چاره های قطعی تا جوابگری جنایی دیده می شود. من ازبکستان ریاست ایشکی شنا وزیر امور مصالحه تو فرمایشی اساسن ریاست بویچه 5 oktyabrdan 5 noyabrgacha transportlar va piyodalar o'rtasida avtovaralar oldini olish va profilaktika qilish oyligi belgilab o'tilgan. Shu munosabat bilan mana biz tumandagi maktablarda, tashkilot muassasalar, korxonalarda profilaktika ishlarini olib boryapmiz, ularga tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad avtotransport bilan bog'liq bo'lgan avtovaralar va piyodalar bilan bog'liq avariyalarni oldini olish maqsad bo'lgan. Shularda fuqarolardan talab qilamiz ki yo'ldan o'tayotganda o'zlariga belgilangan yo'lakchalardan harakatlanishni talab qilib qolamiz. Darvoqa ki در مکتب رقمی 30 برگزار گردید پدر و مادران نیز اشتراک کردند. آنها نیز این حالت ها را تصدیق نموده، گفتند که واقعا هم چنین حالت ها در نتیجه بی اعتباری والدین و اهل جامعه به نظر رسیده استوده است. رعایت به مقال تو به من نرس من به تو عاقبت ما را به ورطه هلاکت میبرد گفتند آنها. چنین تدبیرهای ترغیباتی در دیگر محله های ناحیه سوخ نیز گذرانیده میشود و همین را معلوم کردند که منبر در هر محله خصوصا در دهه های دوردست ناحیه رید ها تشکیل کرده شده به چنین حالت ها نقطه گذاشته میشود، زیرا گرفتن پیشروی جنایتکاری و قانون شکنی امروز ها از مسئله های مهمترین به شمار می رود. ایلون ماکس ربات اپتیموس خود را تقدیم کرد. در یکی از نقطه های فروش سوزیشواری پایتخت چچنستان ترکش به عمل آمد. چنین خبرهای مهمترین جهان در صحیفه دنیا 24 جای گرفتند. توجه کنید. شتات های متحده امریکا به دلیل حمله مشکی به اسرائیل علیه ایران تحریمات یعنی سانکسیا جاری کرد. همزمان محدودیت ها نسبت شخصان علاهیده حقوقی که به تجارت نفت مشغولند تطبیق کرده می شوند. گذشته از این دپارتمنت دولتی این کشور خبر داد هر نفری که قصد کار کردن در بخش های نفت یا نفت و کیمیای اقتصاد ایران را دارد نیز تحت تحریم یعنی سانکسیا قرار خواهد گرفت. در روز روشن و در پیش نظر شاهدان در چیکاگو ازدحام آدمان پاییز بارکش را غارت کردند. خبرگزاری چیکاگو اطلاع داد که غارتگران تا آمدن پلیسیا تقریبا یک ساعت باری قطاره را فراوردند. ضمناً پلیسیا از حدود 100 غارتگر همگی 6 نفر را دستگیر کردند و خلاص.
در مسکو 1035 سالگی فردوسی بزرگ تجلیل شد. چاربینی را سفارت تاجیکستان در روسیه همراه با دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو دایر کرد. برای مهمانان نمایش لباس، اسباب و انجام روزگار، ادبیات و معرض تماشا گذاشته شد. همچنین دانشجویان و جوانان نمایشنامه از روی شاه اثر فردوسی شاهنامه را نشان دادند که پسند همگان گردید. در یکی از نقطه های فروش سوزشواری پایتخت چچنستان ترکیش به عمل آمد. طبق خبر اولین در این حادثه در گرازنی دو کودک و دو شخص کلانسال هلاک شدند. ایلان ماکس گومانوید ربات اپتیموس خود را تقدیم کرد. با گفتی صاحبکار آمریکایی، یاردمچی افتنامی شخصی در آینده به محصولاتی که از همه بیش به فروش می رود تبدیل می یابد. نرخ آن تخمیناً در اطراف 28,000-30,000 دلار می شود و ربات ها وظیفه های اختیاری هر روزه را اجرا می کنند. بینندگان عزیز، در دوام این لحظه ها ما ایجادکاران بخش خبری پیام روز تا قدر امکان سعی و حرکت کردیم با شما تنها خبرهای مهمترین و آخرین روز را رسانیم و در همین جا به بخش خبری انجام می بخشیم. خیر، سلامت باشید.